اینک که برخواسته ایم تا دیگرگونی بیافرینیم ما را یار و یاور باشد، تا اهرمن را از سرزمین من بیرون بران. من به شما قول میدم که اگر به این برخواستن فکری ادامه بدید و دنبال رو به بچه ها و جوانان باشید، سال آینده بسیار سال پر ثمری برای مردم ایران خواهد بود. همچنان که این سالی که گذشت، شما فکر نکنید ما کشته دادیم، شهیدانی دادیم و چه، خیلی برنده شدیم، خیلی پیروز شدیم، پیروزی بزرگی به دست آوردیم. اینو یادتون نره. الان کی دیگه چادر سرش میکنه؟ چادر و روسری یکی. کی دیگه میگه من مسلمانم تو اون مملکت؟ این دوتا. کی دیگه شیخ و ملا رو براش ارزشی قائل زدن، عمامه ها رو برامدن و کردن که الان خودشون، تا حالا خود اینها گفتن ها، خودشون 18,000 تا شیخ و ملا گذاشتن رو رفتن، یعنی یا از اون مملکت خارج شدن یا از اون حوزه خارج شدن، برگشتن به ده و شهر و روستای خودشون. 18,000 نفر. و اینها مجبور شدن حتی برای طلبه های حوزه های خریت سازی خودشون بیگانگان رو از آفریقا بیارن. آفریقا سرزمین خوبیه، چاکرشیم، ولی یادتون نره که ذهن و عقل و ذکاوت اون کسی که میره درس میکنه، کتاب بکنه، تحصیلات داره، با اون که نداره یکی نیست. تحصیلات هم نیست همش، سابق درس نمیخوندن که، کتاب میخوندن. کتابخانی شما رو میتونه بسیار به جایگاه‌های برسونه که کسی نمیرسه. پس زدن روحانیت، گفتن این که ما دیگه مسلمان نیستیم. مجید رهنورد که میگه آقا من قرآن پرآن نخونید واسه من، شادی کنید. کیان پیر فلک، اینا همین پیروزی بزرگی که بود برای ملت ایران، پیروزی بزرگ بود. درست رژیم نشان گرفت، هدف گرفت، زد بچه‌های ما رو، ولی خون اونا میگن از خون جوانان وطن لاله دمیده. این همین دمیدنی بود که تمامش کرد نظام رو. شما در نظر بگیرید، با اینکه بارها گفتم دیگر بار، به خاطر اینکه این بچه‌ها رو میخوان مجاهد نمیدونم چیه، کورکورانه است اسمش، هم تفکیر میخوان اعدامش کنن و به جرم کشتن پیر فلک. بعد دیدم که میثم پدر کیان صحبت کرده دوباره و باز تأکید کرده که شاکی نیست از این ها، و چون خودش توی ماشینش بوده، اتومبیل گواه هست و دیده است که مامورای رژیم زدن بچه چه کشتن، ماشینش رو گوله بستن، نه این آقایی که اینها گرفتن میخوان محاکمه کردن و میخوان اعدام کنن اینا. این رو خودش میگه. پس از اعدام اونا باید جلوگیری کنید. و نکته ای که میثم میگه، مادرش هم سر خاک گفت که بچه من از قرآن متنفر بود. این خوب گوش کنید، این خوب گوش کنید، کیان افلاطون هم میشد الان برتر از افلاطونه. کیان بزرگ میشد، میشد بابک خرمدین که بکشنش، الان بزرگتر شد از بابک خرمدین زمان ما، چون 9 سال 10 سالش بود رهبر شد، 9 سال 10 سالش بود پیامبر شد. شما بچه ها این عمه خاله بیبیتون رو باید روشن کنید، یک نهضت روشنگری باید را بندازین، صحبت کنید، اینا رو از پای سجاده و دین تازی بردارید، بگید ما خدا رو قبول داریم، خدای ما اهورامزدا دانا و تواناست. آیین اوستا، آیین زرتشت که میگیم، نوین زرتشتی که میگیم، دین نیست. ما تبلیغ دین رو نمی کنیم، نمی خواهیم از این چاه در بیم توی چاره دیگه بریم، نه. آیین اوستا، آیین زرتشت، آیین میترا، این همه آیین هست. وایس خودتو ببین، هم آیین هم آیینه، و بعد زندگی خودتو بساز، بهشت رو همینجا بساز، جهنم خودتو همینجا خراب کن. فلسفه زندگی است که ما آموزش دادیم. انستیتو اوستا، اندیشگاه اوستا که 40 خورده سال ما راه انداختیم، از هنگامه رادیو آوا ایران تا کلاسایی که خصوصی تو شادفتر شانزلیزه دادیم و اینها، و بعد گسترشش توسط تلویزیون در سراسر جهان، بچه‌هایی که آموزش یافتن، این بچه‌های اندیشگاه اوستا دیندار نیستن، دین رو میزنن ولی خدا رو میشناسن، آفریننده هستی میشناسن، خودشونن خدا،
خدا خودشونن، در درون خودشون خداست، امید شور عشقی، اینا رو میپرستن، میدونن. خب اینها شما باید پدر مادر و اینا پیر پیر میپاتال اینا روشن کنین، آیین تازی رو از سرشون بیارن بیرون، پیر فلک بشن. کیان پیر فلک؟ همونطور که من اگر به خاطر بسپارید چون 25 سال تلویزیون برنامه رو ببینید، از قدیم من نمونه های کیان رو برشمردم برای شما. اینا میمدن پاریس، من میدیدم چون بچه 9 ساله 10 ساله نشسته روشن شده، معلمشون گفت پیغمبر محمد میاد روز قیامت دم جهنم وای میسته، هر کی که میخوام بندازم تو جهنم میگه خدا این منده ما بود، لطفا ولش کن نندازش تو جهنم، ببرمش بهش، میگه ببر بندگانت را به بهشت. این مزخرف رو یک بار یه بچه مثل کیان 20 سال پیش، مثل کیان پیر فلک به معلم دینیش میگه. مامانش اومد به من گفت پاریس بچه هم دیدم، و بعد اونجا مادرش رهزار میکنن اونجا، و بعد در اصفهان هم بودیم، نمونه تبریزش هم داشتم، نمونه مشهدش هم فرمون داشتم. بعد میگن که خانم اینا چی می بچه تو میاد این حرف رو میزنید؟ میگه ما چیزی یادش ندیم، ولی خب راست میگه. میگه چطور؟ میگه آخه مگه محمد از خدا مهربون تره؟ بچه چون پاریسی بوده میگه مگه ژانتی تره؟ میگه نه. خب مزخرف چی بوده شما تعلیمات دینی بهش گفتی که محمد وای میسته اینا رو؟ نره نره جهنمی بنده که من بود هستی، بنده که من بود. این مزخرف ها چی؟ یعنی محمد که بنده خداست، رسول پستچیه الله هم تازه هست، از خداوند بزرگ بخشنده تر، رحمان تر، مهربان تری که اونقدر تو جهانه؟ مهی اصلا در مدرسه شورش شد، از رئیس مدرسه تا تعلیمات دینی همشون ذهنشون یک تلنگر بچه باز کرد. حالا کیان پیر فلک فکر نکنید مادرش که میاد سر قبرش اون حرف رو میزنه، تو مدرسه با بچه ها بحث میکرده، بارها بهتون گفتم من بچه ها به من صحبت کردن، تماس داشتم، تو مدرسه بحث میکرده، روشن میکرده اینا رو، میگفته آقا خدا چی، دین چی، پیغمبر چی، قرآن یعنی چی، چرا باید بخونیم وقتمون علکی هدر کنیم برای قرآن خوندن؟ ما باید شیمی بخونیم، فیزیک بخونیم، کارهای دستی که خودش میافریده اونجا و خلاقیت های رنگین کمانی. بعد تو مدرسه همه میدونستن که این بچه اوستا اندیش و خردگرا و لایق هست و نقد به دین تازی میکنه، برای همین ماشینشون رو نشون میگیرن میزنن. اینا رو نشون گرفتن یه دیر زدن که فکر کنن بخوابه. خوشبختانه مردم ایران همیشه ققنوس از خاکستر برمیخیزه، برخواستن و دو جهان رو رنگش رو عوض کردن. این کارهای مردم ایران، مردم بزرگی داریم، مردم بزرگی داریم. این مردم بزرگ رو باید قدرشون رو بدونیم، قدرشون بدونیم، سپاسگزارشون باشیم. پدر و مادرهایی که بچه آقا طرف مذهبی بوده، الان دیگه نیست، الان دیگه میسم به خاطر بچهش، به خاطر خودش، مادرش، اینا دیگه مسلمان نیستن. من میگم اونا اگرم نمیگن مسلمان نیستن، و تقصیر شماست تا زیان حاکم بر ایران که مردم ایران را از دین خودتون خارج کردید. همه ایرانی ها مسلمان بودن که آقا پدر خانواده آقای پیر فلک که اسم به بی قشنگی آریایی داره، باباش اسمش میذاره میسم، یعنی میسم تمار خرما فروش رفیق محمد، یعنی اینقدر بنده خدا مسلمان بوده، به اسلام عقیده داشته، به مزخرفات که آخودا میگفتن این باورشون میشده. ولی شما بچه 9 سالشو میکشید، 10 سالشو، و کاری میکنید که نه تنها اون، تمام قبیله، تمام شهر دین شما رو دفنش میکنن. آیین، آیین بهین نوین زرتشتیان، اوستاگرایان، اوستاگرایانی که خداوندشون اهورامزداست، هم داناست هم دواناست. بعد میگه شما مثل من بشید، مثل من باید باشید، همه تون دانا و توانا، قدرتمند در نبرد با اهریمن که دشمن من اهورامزداست. من اون رو نیافریدم، اونم یه آفریده است از بدی، از پلیدی، از پلشتی، از زشتی، از کینه، از ستم، از هراس افکنی، ترور، از نابودی، ویرانگری. من اهورامزدا هستم، بخشنده و مهربان.
از من بایستی تبعیت کنید و برای خودتون کار کنید، مزدور کسی نباشید. حالا این مبحث رو که شما داشته باشید از نظر فلسفی، منم همیشه از همون قدیم که در مشهد نشریه ارشاد رو منتشر کردم، هنوز وزارتخونه ارشاد درست نشده بود، اطلاعات جهانگردی را ارشاد نکرده بودن، من از بهمن 57 تازی نشریه ارشاد رو منتشر کردم، اولین شعاری هم که دادیم در اونجا جز اینکه آزاد تعامل عقل مغاربه گفتم هر یک از شما، هر یک از شما بایستی خودش پیشوا باشه، پیشوا بایستی باشید شما، و ما حزب نداریم به این ثبت نام کنیم که بعد بلتن ما اسم ما لو بره شما بگیرن، نه، تک تک شما بایستی بشید یک زرتشت، یک افستا، و الان همون شده در ایران. ایران الان اونایی که من جزء بسته میکنم نه، ولی مردم ایران وقتی که کیانهاش در 19 سالگی ابو علی سیناست دیگه، بقیه رو شما ببین. این است که مهربان یاران، رسالت بچه ها اینه که چه بکنن؟ رسالت شما این هست که اونهایی که هنوز سر بر آستان تازیان دارن روشنشون کنید. تا میگه الحمدلله، بگو تو چرا بت تازی رو سپاس میگذاری؟ الله الف و لام به اله اضافه شده، بت بزرگ قریش در کعبه بوده، خدا به عربی هم تازه میشه رب، نمیشه الله، اون بود، نگو الحمدلله. میگه انشاء الله، زود بهش بگو مادر بزرگ، نگو انشاء الله، بگید بگید، نگو انشاء الله، انشاء آن بود، یعنی اگر اون بود خواست تو میخوای کاری بکنی؟ نه، بگو من قاطع این کارو میخوام بکنم، من اون بود کاری ندارم، من این کارو تصمیم گرفتم انجام میدم، تا پای جان میرم انجامش میدم، موفق میشید. نمونه بهتون میگم، از کسی نمیخوام فاز بیارم که بگه چرا اسم من مدر، از خودم براتون فاز میارم، من از نوغون میشه به چه میشه تو پل محله ورقستم، به همه آرزوهام که خواستم رسیدم، تازه فراتر از اونم بهش رسیدم، فراتر از اون که فکرش میکردم بهش رسیدم، خواستم توانستن است. نگفتم انشاءالله، اهورامزدا در ذهن من بود، خداوند توانا قادر در ذهن من بوده و هست که به عنوان یک قدرتی که به من همیشه توان بده، انرژی بده، امید بده، سلحشوری بده، این اون بوده، ولی من خودم از جان پا شدم، من خودم رفتم، انشاء اوستا، اگر خودم خواستم پیروزم. الان شما اکثرا تو خانهاتون خوابیدین میگین که ایران آزاد میشه، تو خانهاتون خوابیدین لم دیدین پاپای تلویزیون ها و فلان اینا که هر دفعه براتون یک تلویزیون تازه در میاره، بعد میگه که اینا میبنده. سال آینده به شما بگم، سال آینده تحولات بزرگی در جهان پدید میاد، به ویژه در داخل ایران، و یه چیزای نوعی اصلا که تو شما فکرش نمیکن، خیلی از این چیزا که میبینید میره، اصلا میره دیگه این دفعه. حالا امروز میخوام به یک نکته مهمی هم بپردازم، خواهم به یک نکته مهمی پردازم، اون اینه که ما سرمونو بند نکنن، باز سرگرممون نکنن، دوباره نخودسی ها بفرستنمون باید دوباره بیان رو ما سوارشن. الان شما تا الان پیروز شدید مردم، برید جلو، برید جلو، و از آیین اوستا، از آیین کهن 7700 ساله از تاریخ خودتون حرف بزنید، پشتیبانی کنید، تازیان رو دفن کنید، فکر و عقیده و اندیششون. اینا هر دفعه یه میان برای شما یک چیزای انحرافی میسازن که جیبتون رو خالی کنن، مختون رو خالی کنن، هم مخ رو خالی میکنن. من یک مثال رو بارها گفتم، یعنی چند بار گفتم، چون زمان میگذره نسل جدید میاد پای این برنامه میشینه، باید دوباره بگم اونی که این مثال خیلی مهمه. در فلسفه میگه که شما برای اینکه طرف موضوع رو خوب بفهمه حتما یک مثال بزن، مثال خیلی مهمه و خیلی خوب. مثال ببینید، گوش کنید، ما در نوغان که تا پل محل زندگی میکردیم، بچه که بودیم، یه همسایه داشتیم، یه همسایمون دو تا پسر داشت، یکی از پسراش دبیر دبیرستان بود، خیلی کچلوار کروات میزد میرفت فلان اینا، یکی دیگه شون اسمش بود محمد علی،
به چای محل میشید یا به کسی محمد علی باشه میگن مندلی. مندلی شنیدی؟ مندلی بهم گفتی. خوشتیپ بود و خوشفعل. ولی شبا ما تو حیات وقتی میخوابیدیم تو تابستون دیگه میدیدیم یکی درمجی میپره خانه ها رو تو اصیان پره برای زیان پره یا پاموشه نمیشه از تو گادیم من تو بچه مندلیه مندلیه مندلی شبا میرفت از این دیوار با پشت بومینا تو حیات نام رده دینا خواب دودن قالیچه هاش رو بلند میکرد قالیچه بلند میکرد یا چیزی دیگه بلند میکرد خلاصه وقتی مندلی میپره شبا من فهمیدم که دو تا خونه میشه با قالیچه. یکی دیگه از کارهای مندلی بود که این کار یکی رژیم میکنه انگلیس میکنه همه نمیکنن شما حواستان جمع بشن رو هم بدونید. مندلی همیشه میکار میکرد تو یه کارش که کرد من چون خودم شاهد بودم ما هم جز به تیم بودیم باش رفتیم شاهد بودم برای تیم این واقعیت چه تعریف میکنم. یه روز من گفت بچه هم خواهم بریم سینما بریم همه تو سینما ما گفتیم بریم سینما سهم خود ما میدیم چون ما بعد تو اقلیرم دعوت میدهد تا ما خواستم اینطوری داشتیم رفتیم بریم ارگ سینما گفت بچه ها یک سری بریم تا کوسنگی گفتیم او را دوره تا کوسنگی گفت نه یک سری بریم کوسنگی یک حالی بکنیم ورگردیم بریم سینما ما هفتشتر نفر بودیم شایدم کمتر با مندلی مندلی آرتیست محل بود آرتیست محل بود دوست آرتیست محل ما رفتیم با مندلی یه ها رسیدم اوائل خیابون کوسنگی توی فرعی هاش که میرفتیم یه یک سری بچه بودن اینجا کوسنگی محله پولدارای مشهد بود اون موقع حالا نمیدونم موقع پولدارا نزدیک احمد آباد یک سری بچه داشتن اونجا فوتبال بازی میکردن با یک توپای پلاستیکی نا یه ها دیدیم اونجا وایستاد و یک سود اینجوری زد و همه بچه بیان اینجا بچه هم بیان اینجا آمدن و این ساعتش نشون داد گفت بچه این ساعت ما چطوره؟ همه بودن آلی چه ساعت خوبیه وا کرد گفت این ساعت هم مثلا داد دستی که از بچه که با ما بود گفت این ساعت هم به یکی از شما ها همه خوشحال شدن گفتم باری کلا گفت از اینجا تا آخر خیابون که کوسنگیه مرن ها میان هر کی زودتر رفت و برگشت ساعت مالویه همه خوشحال شدن گفت به خط همه به خط ملت ایران به خط ملت ایران به خط هر روز صبح با یک خبری با یک مزخرفی شما رو به خط میکنن به نرگس بند میکنین به اسقر بند میکنین به حسین بند میکنین به نقی بند میکنین که سید علی رو رئیسی رو قالیباف رو لاریجانی و کارستانیستان خبرگان رو مجمع تشخیص مسئله نظام رو ائمه جمعه های شهرهای خود از یاد ببرین بدبختا و میبرین اون همه پیو ترخالی میکنن که یک موقع دون آقای بود به خط به چا به خط شدن هر روز شما رو به خط میکنن چا به خط شدن گفت ما سود کسات هم حرکت میکنن هر کسی دوید و رفت یا آمد سود میزنن آه نشد ببین چی جور گولتون رو میزنن همین جور گولتون میزنن مردم همین جور مثل مندلی گولتون میزنن گفت نمیشه که اینجوری شما یکیتون کفش کتونی پاشه یکیش کفش ملی پاشه یکی نه دمپایی پاتانه همه هم قیمت ها بالا به چون بالا شهر بودن کفششون هم گرون بود مثل بقیه هم که یک کف در سال میخریدن کفششون فلان بود کفشوی با حال گرون گفتم خب حالا چرا کنم ها همه تان کفشتون اون گوشه در بیارین مثل تو مسجد بریزن اونجا کفشتون همه تان پا برهنه بوده بیارین بعد وقت پا به رهنت کردن رو میکنن لختتون کردن رو میکنن میخندید خوشحالید که به اینا اون فوش بدید که اونا شب تصمیم گرفتن تا اونا رو فراموش کنید همه به صف شدن پا به رهنه گفت یک دو همه به جادو میدن میدوانم شما رو 1400 سال بودو برو 44 ساله بودو برو چکار داریم یه آخونده های دزد و فلان و جنایتکار تا همیانا بچه ها دارم میکشه چکار داریم تو به اینا تو به بی آقا های بی خانم بند کن بی خانم بند کن جایزه نوبل گرفتی چرا جایزه نوبل گرفتی باید بی بند کن آبرو رژیم رفته بند کنیم به این به اون بند کنیم بعد وقتا میگو بچه هم که دو بیدن میدونسن من دلی چی تو خرشون کرد ما خرمون دارن میکنن 1400 ساله روشن شیم بچه ها دویدن
به شطور خیابون که رسیدن 300-400 متری از این دور شدن، یک بولیس داشت، بولیس این بولیس در آورد تهش گره زد، این کفش اینا رو همه ریخی تو، دو سه تا کفش که به درد نمیخورد انداخت کنار، بقیه کفش ها ریخی تو، بقیه رو تیشرتش ای تو کردم انداخت رو کلو پشت بشه بچه ها برم بچه ها برم. کجا رفت؟ یاد تا نیست شما اون آقا خیامون تبرسی مشهد یک محل دیردش میرم چارشن بازار، شما جنس های دست دوم تو میرفت اونجا چارشن بازار میفروخت. الان حتما یه جایی هست که تلفن های دزدی و فلان اینا میدوزدن اونم رو میفروشن. موقع مثلا ضبط ماشین ما که بلند کرده بودن رفته در اونجا بفروشن. شما جاوید جان رفت گرفت کتکشون هم زد بگ جاوید میشه دیم آقا ضبط صوت ما رو گرفت آورد مثلا. حالا یهو رفت چارشن بازار این کفش ها رو بگر اونجا بود باش رفیق هم بود اصلا رخ جلوش رو بگم شما دینا رو نگاه کرد در ورد پیاد یکم نبیه پول دادی هم گذاشت دیش حال گو بچه ها بریم سینما. حالا تفنی ما گرد سینما بچه ها برای خودش که نه برای هم شما اینجوری سرتون رو بند میکنن سینما هم نمیپرنتون که هیچ جیبتون هم خالی میکنن، یعنی جیب خودتون هم خالی میکنه. اینا رو به چه میشه دیگه که تو قدرت هم میدونی که الان میشه دیگه تو قدرت هم چه دیگه آدم های خوبی هم مثل همه ملت ایران، ولی الان هر ستا قدرت دست میشه دیگه از قالیباف مشهدی، رئیسی مشهدی، مویم مشهدی، خامنه‌ای مشهدی. مشهد انسان های بزرگوار داره، فکر نکنی که میگم مشهدی ها چه هستن نه، ولی خلاصه مندلی مشهدی بود، این ستا مشهدی هم ملت ایران هم مشهدیه به صفه، شما به صفید میدونن شما رو، سینما هم نمیدارن تون، آرتیست ها ترم میزنن میکشن بدبخت، یه مش تازی بیگانه با سرزمین و میهن من جوک در میاره، یه آخونده این رو گفت، یه آخونده ببین چی میگه به جون تو میخندی اینقدر که چی تو رو جون عمت این برای همه بفرست بفرست هر روز هم میزنون تو سری کار با این چیزا. باید این چیزایی رو که ما به شما میگیم پخش کنید. میترسین تو خود ایران که الان دارید میبینید چگونه دارن ترتیب همه رو میدن. خب حالا شما اکثری که میای این نشخوارهای وزارت اطلاعات که شب میشینه برنامه‌ریزی می‌کنه که امروز سرتون رو با چی بند کنه، امروز جریان دارجوش بهجویی الان همه دامنش سوال می‌کنه زده کشته، باید گلپا رو از بین ببرن، حنجره طلایی رو باید از بین ببرنش. دو ماه قبل من به شما خبر میدم، دو ماه قبل میخونم مانتالیست میدونین یعنی چی؟ یعنی ذهن خانها شون اینا این چیزا الان علم یک سری موارد در جهان غیب گویی که میگن یه رو آخوند رمال پدر سوخته شارلاتان تار مانتالیست. تو وقتی که مندلیا رو بشناسی، آخوند رو وقتی بشناسی، روحانیت که بشناسی، میدونی الان کی داره ضرب فنی میشه با این قضیه، این به فکر اینه که یه کاری میکنه که یه خبر تازه بیاورینه تو اون خبر از بین بره، میلیارد ها دلار پولای شما رو بدزده، این میلیارد ها دلار رو که دزدیده تونل زده چندین هزار کیلومتر. میدونید که تونل رو از کجا زدن؟ نمیدونید، نمیدونید تونل رو از کجا زدن. میگم بهت، تونل رو از ایران زدن تا عراق رفتن تا سوریه رفتن، چی شد؟ از ایران، عراق، سوریه و لبنان و غزه تونلاشون اینجوریه، یعنی یک علم و تکنولوژی تونلی در آوردن. خب خود اینا زدن، این کارگره چیکار میکنن؟ اون مهندساش کجا تربیت شدن؟ مهندسه که اینا رو مهندسی کردن خارجی ها که نبرن که زیر بفهمن چی اگه برن چشم هست نمیدن تونل هایی که زدن که الان زیرا خود یه تروریسته تو اونجا هست و زیره
تو خود ایران موشک‌ها زیر زمینه، تونله، همه به هم راه داره، سیستمیه. این تونلا فراتر از این مترویه که در اروپا است، که در خود در فرانسه است، در خود تهران هم مترو سدن جای دیگه ما بذارن. این علمی که هست که مترو صد و خورده سالی تو فرانسه ساخته شده، تهران هم مترو ساخته شد، پسر رفسنجانی رئیسش بود و فائزه‌شون که دیدید دیگه، دیدید کارمندان فائزه تو زن که توقیف شد، شما نمیدونین کجا کار میکنن و کجاها هستن. حالا این که از تونلای اینا و ذکاوتی که غرب داشته بود در اختیار اینا گذاشته، غرب هم همه چیزش الان برای پوله، قبلم برای پول بود. یکی از علل اصلی برای اینکه شاه عزیز ما رو سرنگون کردن، اون اقتدار رو، اون قدرت رو از بین بردن، اون رفاهی که تو ایران داشت ساخته میشد برای همه از بین بردن، فقط پول بود. ایران به دنیا پول داده بود، طلبکار دنیا بود، میلیاردها دلار پول سرمون گذاری کرده بود تو خارج از کشور. اینا چون از اول خود چه میگن، میگن آقا این نفت میخوای بازه، ما امکانات داریم، تونل میخوای، مترو میخوای، اینا بیشتی درصدش مال ماست. ترامپ آمد علنا گفت، چند سال پیش ویدیوش از من پخش کردم، ترامپ علنا گفت که سعودی ها چرا 20% ما نمیدن، 20% ما پول بده، ما ازشون پشت رو کنیم نفت صدر اومد، همین چی باید بدی، اگه ندی ترتیب تو میدن. محمد رضا شاه اینا حق حساب که نمیداد، سرمایه گذاری میکرد. از فرانسه براتون شروع میکنم، اوریدف فرانسه رو که اتم میسازه میاد 25% شریک میشه، جدا از اینکه 25% شریک میشه 1 میلیارد دلار هم پول میده برای صندوقی که میخواد راه بیفته مثلا فلان اینا، جدا از 25% که میگیره 1 میلیارد دلار وام میده به همین تشکیلاتی که خودش تو سهام داره، درست شد؟ 3 میلیارد دلار دیگه سرمایه‌گذاری مختلف کرده توی فرانسه. ایف سن لوران میشناسین که ما؟ ایف سن لوران با پول ایران شد ایف سن لوران. اومد عروسی شاهبانو جان عزیزم، خانم خوشگل قد بلند ابرو کمر، اومد عروسی ایشون رو وستین. من فیلم چه بهتون نشون دادم قبلا، برید تو برنامه اون ببینید. بعد اولین پول 1 میلیون دلار گرفت، اومد اینجا تو شانزلیزه دکون با کرد، بعد بعدش با کریستیان دیور چه کرد؟ مارکای فرانسوی مارکاشو، یا مثلا موزیسین برجسته‌ای که اینجا بود و پاران تو ایران، اینکه تو سطح فرهنگی هنریش، تو سطح دیگه مثلا یه سیستمی هست که الان تو کانادا دیگه مد شد، آمریکا مد شد، فرانسه اون سالا شروع شد، این مرکزهای خرید شما میگین، ما سانتر کومرسیال، مراکز تجارتی که در فرانسه هست، کرتیر که ساخته بودن پول ایران بود، اکثر جاهای دیگه هم پول ایران بود، سرمایه گذاری با ایران بود. حتی کرته رو من اون سال تازه وارد اینجا شدم، جلسه داشتم با شهردارش کرته، جایی که دکتر کوروش آریامنش رو کشتن، حومه پاریسه، نزدیک مترو تا اونجا میره، من دانشگاهش اونجا درس خوندم، دانشگاه کرته. اونجا عرض کنم خدمتتون که شهردار اونجا که منصور دلبسته رفیق من، زنش کارولین منشی شهردار بود، 40 سال پیش به من گفت مرکز تجارتی بی قشنگی که میبینی، ما اسمش رو قرار بذاریم فرع دیبا. آره انقلاب شد به حق، گفتم چطور؟ از خاطر پول شو ایران داده بود. این یک نمونه است. خیلی 3 میلیارد دلار اجوری شاه در فرانسه سرمایه گذاری کرد. در آلمان اوریدوف فرانسه بود، اونجا گروپ، کمپانی گروپ 25% مال ایران بود که چند میلیارد دلار میشه پول گذاشته. گروپ چیه؟ کمپانی گروپ، من اون موقع یادم میاد بچه که بودم یک مطلبی هم نوشتم توی روزنامه مردم که تهران منتشر میشد زمان شاه، که یک و تو نبرد ما گفتم ای کاش از این واما
علازت به منم میداد که منم رفتم خودم یه روزنامه در میبودم، یک ستون داشتم به نام ای کاش. ای کاش ای... میرفتم من دبیرستان، یعنی 14-15 سالم بود موقع. بعد بنز، بی ام دبلیو، ولوو، فلوکس واگن، این ماشین ها در این گروپ ساخته میشه. تا الان ایران تو شریک پولیشانی که ندادن که، پولیشانی که ندادن که، ولی اینا هر از چندی که زور میزنن یه کار میکنن، گرگان میگیرن. این اوریدوف زدن بس رو، رئیسش بود، بعد رئیس رو نشده کشتن اینا، به مال یه پولی از این ما بگیرن. هر گروپ چندی میلیارد اونجاست. این دوتار داشتین انگلیس، انگلیس برای فازلا بشه که میخواست بزنه به کمپانی آب در انگلیس، شاه چند میلیارد دلار وام میده. وام ده. نفت شمال رو 3-4 سال قبل از اینکه انقلاب سیاه پیروز میشه، انگلیس نفت شمالش که داره میدانهای گاز پیدا میشه، میخواد میدانهای گاز رو مورد بهره برداری قرار بده، پول نداره. ایران باید شریک میشه. ایران که شریک میشه 10% مثل اینکه بیشتر، ایران شریک میشه با پولی که میده. به هر حال پول میده چند میلیارد پوند اونجا شریک. تا الان که من دارم با شاستون پولا داده نشده. این وام چند سال شده؟ 44 سال. 1 میلیارد دلار اون سالها الان 300 میلیارد دلاره. این یادتون نره. 1 به 300. شما نسبت به دلار 6 تومانی حساب کنید و الان دلار چنده؟ 6 تومن بوده زمان پادشاه. اینا برای که پولار ندن کنفدراسیون منفدراسیون که ساحل کمونیست با میستار امر برون تظاهرات کنید برید. بعدم هر روز کار شکنی بشه که ایران آزاد نشه. تا ایران که آزاد بشه پولا رو باید پس بدن. که 44 سال گذشت، فکر کردی همین بود؟ تو هر کشوری رو که بگی، از این برادر افغانستان تا پاکستان تا هند تا مصر، مصر مرد بود انور سادات، اصلا نده نوش جانش مصر، تا مصر تا آفریقای جنوبی، لهستان، بلغارستان، اینا، یعنی اتحاد جماهیر شوروی اون موقع دومی نبر بود، میلیارد ها دلار وام از ایران گرفته بودن. همین سر جاش. مهمتر از همه امریکا. امریکا ایران وقتی که اوریدیف رو شریک میشه که اتمش رو فرانسه را بندازه، قراردادشون با پادشاه اینه، قراردادشون اینه که ایران بتونه اورانیوم غنی شده از اونجا بگیره برای اسلحه اتمی استفاده کنه. اون موقع از یه حرفا نبود که، یه حرفا نبود اسلحه اتمی خود را استفاده کنه. پاکستان داره، اسرائیل داره، فلان داره، ما هم داشته باشیم. اصلا مفروختم بهت، خود اینا مفروشن که. بعدا انرژی اتمی اومد تو کار. همین رقابت فروش اتم رو آمریکا هم داره، میاد وارد قرارداد میشه. حالا از اینها که شما بگذرید، آمریکا بانک های بزرگش، یکیش از بزرگترین بانک ها بانک نلسون و دیوید راکفلر بود، کی بانکای دیگه زیر پوشش اونا، او بالا اونا بانکای اصلی ان، این پایین که وام میده بره خانمانه اینا میده، اینا از اون بالا یه پول میگیرن. یعنی تا ورشکست بشه پولا بهش نرسه، یک بیمه داره، از اون بیمه میگیره، یارو پولش جاش میمونه. میلیاردها دلار شاه با راکفلر سرمایه‌گذاری کرده بود، پول ایران دستش بود. البته راکفلر و کیسینجر اینها بایی که خب تو تئوری کمربند سبز بودن و چه بودن اینا، ولی رفاقاتشون با شاه تلاش کردن که شاه رو بپذیر آمریکا، حتی پیش جیمی کارتر راکفلر بارها رفت بفرن، ولی میلیاردها دلار پول جدا از اینکه جای دیگه بود پیش اونها بود.
متوجه شدین؟ وقتی که انقلاب میشه، انقلاب سیاه، دیگه پولا رو که نمیان بدم بهت، تموم شده، رفت به کارش. بعد سرمایه گذاری های هنگفت دیگه که ایران در آمریکا کرده، فقط من یه نمونه شما بگم. شما یادتون نیست کمپانی پان امریکن؟ پان امریکن یه کمپانی هواپیمایی بود، چند سال پیش گفتن چیز کرده، ورشکست کرده، یکی از هواپیماش هم زدن، گفتن این جمهوری اسلامی زده. من همون موقع با جنرال هانری پاریس، مشاور نظامی رئیس جمهور فرانسه، مصاحبه کردم. واسه غیر ممکنه که ایران بتونه بره اون نزدیک آمریکا، ایران رو بزنه، غیر ممکنه. گفت کشتی هم اگه بخواد بره اونجا، وقتی بخواد بشه معلوم بره که چی میشه، به آمریکا هم زنن گشت دیگه. آمریکا همه جدا یه خود اینا زدن با موشک، یک موشک زدن به پان امریکن، یکی از هواپیماش، که این سهامش بیاد پایین. وقتی سهامش اومد پایین، ایران ورشکستگی میکنه بره پولای ما رو بالا بکشه. یکی کمپانی پان امریکن بود، مال ایران بود، سهام بالایی داشت، میلیاردها دلار دیگه. حالا جدا از اینکه یک بنیاد علوی رو شما شنیدین که تو آمریکاست، یا بنیاد علوی شین، او اینقدر چیزا، خونه ها و کاخ ها و جای دیگه بود که اصلا بعضی وقتا به نام شخصی خانواده پادشاه خریداری شده بود. همه اگه کسی تا چیزی دستش موند خب استفاده چی کرد، این نکرد، اینا خودی سیستمای حکومتی بالا گرفتن، تا الان هم ندادن. اینا به فکر پولن فقط، اینا به فکر چیز پول رو هر کی دار. الان اینا توی یک سال دنیا حمایت کرد از انقلاب مهسا، دنیا حمایت کرد. همه شما کسی پیدا نمی‌کنین غیر از این چهار تا کشور گدگشنه تازی که با جمهوری اسلامی هست، همه پشتیبانی کردن، همه رفتن گفتن، ملت ایران نکرد. یعنی 90 میلیون 80 میلیون مردم ایران آریایی از 9 میلیون ساک 6 میلیون 5 میلیون تازی حاکم ترسیدن و نرفتن از بچه ها پشتیبانی کنن. این میکردین که بلا سرت نمیامد که اینا بمانن که، بعد اینا چون پولشون رو میخوان، منافع مالیشون رو میخوان، میرن با ایران میسازن. تقصیر شما، تقصیر شما بود. و بعد میاد تون در ایران بهتون بگم بدونید از همون شاه رو که اینقدر خدمت به ملت ایران کرده بود، کاری کردن که تو خود کاخ به شاه توهین بکنن. اینها من با امرای ارتش نزدیک شاه، خانواده شاه، دختر و پسرش لیلا و علی رضا، با احترام ازش یاد میگم، دوستان من بودن، صحبت میگم تو کاخ توهین میکردن به اینا. شهبان هم اینو گفته تو خاطراتش دیگه، داره میگه تو کاخ نامه تهدید بزن تو تخت خواب. وقتی اینقدر مردم خر سادات تازی هستن که فکر میکنه چون یارو سید اولاد پیغمبره، از شاه مملکت ارزشش بیشتره، خب اینطوری میشه دیگه؟ شاه اون همه خدمت بکنه به اون مردم، ناسپاسی کرده چون بهش، الان هم ناسپاسی کردید به خون مهسا، به خون رهنورد، به خون کیان، به خون بچه‌هایی که فیلماشو برید مرور کنید، بهتون نشون نمیدن برید مرور کنید، چون همه جا نفوذ دارن، همه جا فلان میکنن، کنترل میکنن، فلان میکنن، اینا برید نفوذ ها رو ببینید، آقا فیلم ها رو ببینید، بچه ها قهرمانانه تو کوچه، تو خیابون، تو جاهای پر جمعیت، کم جمعیت داره میزنه یارو، میریختن میزدنش با کنف و بکنه. شما کجا الان وانیسید تماشا میکنه دختر فریاد میزنه اسکول، من به فاطمه ساکینه رقیه کار ندارم، من آریاییم، اونا بر عمت باید بچه رو بگیرید دست و پاشه ببوسید تو دختر رو همونجور نگاهش میکنید، تلفن یارو رو میزنه که داره فیلمش میگیره، بزنه دمه مانه رو بدبخت ها. خب نمی کنید 90 میلیون ایرانی از 9 میلیون سادات تازی بنی هاشم میترسید، خواهیم برای سرتون بیاد، و هم 90 میلیون تونم شما که دیگه مسلمان هم که نیستین. خب شجاعانه بیاین در میدان به یزدان سوگند و اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی سوگند، انسان وقتی میمیره نابود نمیشه، جایگاهش عوض میشه،
جایگاهش عوض میشه، چون روان هست که انرژی و نور در کالبد انسان هست که انسان رو راه میبره. این کالبد اگه رفت، روان تو هست، زندگی بهتری خواهی داشت. حیوانات بهتر از ما زندگی میکنن، حیوانات همه دانان. الان شما با این جف رسانه‌هایی که رایانی که از شما، برید روی همین اینستاگرام جای دیگه، همش حیوان نگاه کن، بذار ببینی حیوانه استاش صاحبش نجات میده، حرف میزنه گوش میکنه، دایره برات میزنه، میرقصه برات، بچه میگه واسط کن، میگه حیوان میفهمه. خب انسان که برتر از ویه، خب بهتر بفهمه. ما یه گربه ای داریم، بارها دیدیش، آقای جیلبر. چند سالی که ما وقتی که برای نوئل جشن میگیریم اینا، یا مثلا کلا تا مهمون میاد تو خونه، این میره قیبش میزنه، میره میرون هست تا مهمون ها میرن، بعد یا میره اومد درود بر اهورامزدا آفریننده توانا، درون به روانهای پاک. ما لایک خردگرا هستیم، هیچ دین رو هم قبول نداریم. روان پاک رو فرانسوا میتران میگفت من به فورس دو لسپری، به قدرت روان و روح باور دارم. اون روان و روح حاکم بر هستی خداست. من برای روز بهش گفتم، دو روز مونده به نوئل، بهش گفتم جیلبر فردا شب مهمون داریم، 20 نفر میام، نکنه بذاری غیبت بشه بری، ها تو باید حتما با ما باشی مثل سال قبل، نذاری بری یا کلا آخی مهمون میاد بذاری بریم باشی با ما. گفت چشم، کلاش تو کن داد. خب تو حیوان نداری باورت نمیشه. شما که تو خونه میگی نجسه، نجسه پشمش، به ما خود پاش، به ما خود نجسه، نجس منم. حیوان سگ و گربه باشون حرف بزنید، با حیواناتت اونهایی که دارن حرف بزنید. اون احمق ها اگه مادر بزرگ منم هست، پدر بزرگ منم هست، تو آدمش کن، ذهنشو پاک کن، نگو مادر بزرگ من، نگو کنیش برم لنگ کفش فرداشته گربی ما رو زده، سگ ما رو زده، تو لنگ کفش بزن به مادر بزرگت اگر حیوانی رو زد. این عصر جدید، دوران اوستایی ایران، روشنگری ایران اینه. تمام شد اون مزخرفاتی که مادر بزرگ که ما قربونش کنم اون چادر و چاکچور و رونما و احترام بذارم به عقیده، یعنی چی خریت هست و بس. شب نوئل جیلبر گربه تا آخر تو همینجا بود، از اینجا خارج نشد. وقتی میدید چروخ شده اینا دارن مرفت، نه مرفت زیر اون درخت. بعد وقتی تا منشستن میامد دور میزد رو زمین، همه میرم گوش کردن رو من به یزدان سوگند. الان تا یه قضیه جدید چیز داشتن داد میزنم جیلبر بیا، بعض وقتی تو خونه همسایه او بره ببینم بشه، مثلا یه هم بوده بوده میاد. مردم اینقدر به حیوانات فوش میدید، هر کیلو که بعد چه میگین حیوان 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 از من بهتر میفهمه. این چازی ها رو بیرون کنین از اون سرزمین، این جنایتکاران، این تروریست ها رو، این هایی که تا همین الان گور یعقوب لیس رو متروکه کردن، گور کوروش متروکه است، خرابه است، چیزی نداره اونجا. بعد از قاتلان ما، کسانی که ما رو کشتن و تکه تکه کردن، گنبد بارگاه ساختید. مردم یکی از دوستان به من گفت که امام حسین در قادسیه و جنگی که عمر حمله میکنه به ایران 10 سالش بوده، که بچه 10 سالی که نتونه بچه. گفتم تو از ایران که یه صحبت میگفت؟ آره. گفتم این حرف یک آخوند بهت گفته، تو رفتی ازش پرسیدی، گفتی سیاوش اوستا اینو گفته، بعد او یه جواب بده. گفت آره. گفتم برگورت برم، آدم صادق رو از راه دور میگذارم. حالا ازت یه خواهش میشه بکنم؟ گفت بفرم. گفتم مثلا 5 تا آخوند رو من بهتون میدم، تو بری پیش 5 تا آخوند ضبط هم بکن، از این 5 تا آخوند بپرس، بگو امام حسین حمله به ایران دست داشته یا نه، تا
تنها هم باشی، هیچ کس تو اتاق نباشه. گفتم نه ترس آخونده، با جلم در نمیاد، بکنی یک کاری. ما خوشبختانه بچه های اینجوری داریم تو ایران. چاکر شوستم هم گفت باش آقا عوستا، ما این کاری میکنم ولی میدونم که امام حسین ده سالش بوده از که زرفت جکر رو گفت دانه این کار با علی که گفته که مشاور بوده که باباش اینا رو تو ایران برو بپرزد. اگر جوابت نگرفتی باز به من تلفن کن، من جواب تو خودم بیدم. چند روز گذشت پیغام داد به منو، بعد گفتم بهت زنگ میزنم و بعد باش صحبت چکرده چکرده که گوه آقا حوستا معذرت میخوام. خیلی خر بودم من، خیلی معذرت. گفتم چی شد؟ گفت پنجتا چیه؟ همون آخوند اولی که گفتی امام سفیده. گفتم آره. گفت رفتم یه همه را پیشش. گفتم به خب قطار سوار شدم رفتم پیشش، شلوغ بود و فلان اینا. گفتم آقا ببخشید من مسئلتون. گفت بگو بابا جون بگو. گفتم مسئلتون خصوصیتون. میگه گفت باشه باشه بچه ها بریم بیرون. بگو. میگه آقا خواهش میکنم از ما، از شما خواهش ما اینه که ما که آخوند و طلبه و اینا نیستم، به جون شما نه نماز اینا نمی کنم، اصلا اسلام رو هم گذاشتم کنار، آمدم پیش شما یک خواهش یک سوال دارم. خب بگو. بگو. گفت امام حسین تو حمله به ایران نقشی داشته؟ میگه به من نگاه کرد گفت تو رو سیاوش عوستا فرستاده. گفت چطور آقا؟ گفت حالا افشت از این مشتری برای ما فرستاده. گفتم نه آقا آمده تو کلی خودمان، ما تو کلی خودمان همینجور. گفت خب آخی تو که میگه از فرانجا آمدی در اینجا نیستی، یکی جور فرستاده از رفیقا شد. میدیه بعدی قضیه خلصه کنم. حالا حاج آقا به ما بگو. گفت نه به ما نگو حاج آقا. حاج آقا یعنی لواتگر و لواد کن، به من نگو حاج آقا. مگه همون عوسته نمفته من بگو دکتر، من دکترم آیت الله هم نیستم. میگه حالا لباس اینا همه پوشیده بود دوربرش مریدا چیزی که توشکش پول بهش میدادن. میگه بهش میگه با پسر جان گوش کن، حتما یک آخوند دیگه بهت گفته که 10 ساله بود. مهربان یاران به پایان برنامه میرسیم. با سپاس از برادرم مهندس امیر شجره بدرود.